پیروزی شیرین و پرگل رئال مادرید و تثبیت صدرنشینی دقیقه 11 بازی روی حمله‌ای که انجام دادن و یکی دو تا توپی که بلوکه کردن دفاعی الچه، والورده روی این سوپر گل دروازه الچه رو باز کرد و رئال مادرید رو پیش انداخت. دقیقه 25 بازی باز هم رئال مادرید حمله کرد، روی پاس کریم بنزما آلابا تونست توی این موقعیت دروازه الچه رو باز کنه، اما داور بازی آفساید بنزما رو اعلام کرد و این گل مردود اعلام شد و نیمه اول همون یکیچ به اتمام رسید. نیمه دوم هم رئال مادرید هجومی آغاز کرد و دقیقه 60 کریم بنزما موفق شد گل دوم رئال مادرید رو بزنه روی پاس دنی کارواخال که این گونه کریم بنزما دروازه رو باز کرد، اما داور باز هم آفساید اعلام کرد، این بار آفساید کارواخال رو. اما الچم روی یکی دوتا ضد حمله حسابی دفاع رئال و دروازه‌بان رو آزار داد. دقیقه 70 روی این ضد حمله لونین سوپر سیو رو انجام داد و نذاش رئال مادرید گل تساوی رو دریافت کنه و مأموریت کریم بنزما هم انجام شد. دقیقه 75 روی پاس رودریگو این بغل پای خوشگل وارد دروازه الچه کرد تا رئال مادرید 2-0 در این بازی جلو بیفته از الچه. و بعد از تعویض‌های آقای کارلو آنچلوتی آسنسیو به بازی اومد و یک گل خوشگل و چیپ رو روی دبل پاس رودریگو وارد دروازه الچه کرد. خیلی خوشگل و ناز زد این ضربه‌اش آسنسیو تا در نهایت رئال مادرید 3-0 این بازی رو ببره. و کریم بنزمایی که همین چند روز قبل توپ طلا رو برد، این بازی هم بهترین بازیکن زمین شد و همچنان رئال مادرید میبره بدون شکست در اروپا و میدرخشه کریم بنزما و تمام بازیکناشون و حسابی دارن کیف میکنن هواداران رئال مادرید. نمیدونم تا کی، ولی فعلا رئال مادرید در اسپانیا و اروپا داره سروری میکنه و بعیده که به این زودی ها بتونه کسی باش رقابت کنه. ممنون از اینکه تا آخرین ویدیو همراه ما بودید. اگر به خلاصه بازی ها و ویدیوهای شورت فوتبالی و ویدیوهای فوتبالی علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید. ممنون از نگاه زیباتون که تا آخر همراه ما بود. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.